محسن سازگارا که در زمان گروگانگیری مقامی در دولت ایران داشت میگوید: در یک مقطعی من یادم، باز همون وسط گرفتاریه که خودمون داشتیم در مسائل سیاست داخلی، یک روزی آقای نبوی رو بهش تلفن کرد آقای رجایی نخست وزیر که دفتر آقای خمینی صداشون کردن و کار فوری داره آقای خمینی، و ایشون رفت و نزدیکی های ظهر برگشت. یادم من چون کنجکاو بودم از ایشون پرسیدم که چه خبر بود. ایشون توضیح داد که در جلسه ای که آقای خمینی و احمد آقا پسر ایشون و آقای رجایی و آقای نبوی بودن، آقای خمینی مطرح کرده که این مسئله رو مهندس بازرگان و دکتر صحابی پیش ایشون بودن قبل از آقای نبوی و آقای رجایی، و اصرار کردند که این مسئله بهتر حل بشه، به نفع ایران نیست. و چه موقعی بود این مسئله؟ فرض کنید در حدود یک ماه یا دو ماه حداکثر قبل از آزادی نهایی گروگان ها بود. آقای نبوی توضیحی که من میداد میگفت آقای خمینی گفتن که یک جوری حلش کنید، و آقای نبوی میگفت من به ایشون توضیح دادم که اگر ما بخوایم حل کنیم مذاکرات الان گیر کرده، ما باید یکم شلش کنیم و کوتاه بیایم سر بعضی بندها، و ایشون گفت آقای خمینی گفت من نمیدونم ولی حلش کنیم دیگه. موافقتنامه الجزایر در روز 19 ژانویه 1981 به امضای طرفین رسید که در آن ایران متعهد می شد گروگان ها را فوراً آزاد کند. بالاخره در روز 20 ژانویه 1981، لحظاتی پس از آن که پرزیدنت رونالد ریگان به جای کارتر شکست خورده در انتخابات سوگند یاد کرد، گروگان های امریکایی آزاد و رسماً تحویل مقامات واشنگتن شدند. تقارن آزادی گروگان ها با برسر کار آمدن ریگان، گمان زنی ها و ادعاهای فراوانی در مورد توافقی پنهانی میان نمایندگان او و رژیم ایران برای تعیین آزادی گروگان ها به دنبال آورد، اما تحقیقات رسمی کنگره امریکا این فرضیه را بی اساس یافت. بروس لنگن میگوید: نمیتوانم تصور کنم که هیچ رهبر مسئول امریکایی دست به اقدامی زده باشد که اسارت گروگان‌ها را حتی اندکی طولانی تر کند. ما هرگز از اینکه جمهوری خواهان از جمله کیسی رئیس بعدی CIA فعالیت‌های مختلفی برای نجات ما می‌کند اطلاعی نداشتیم. به هر حال کنگره و سنا تحقیقات مفصلی انجام دادند و هیچ دلیلی بر وجود بندوبستی برای طولانی کردن بحران گروگانگیری به دست نیاوردند. از بسیاری جهات ماجرای گروگانگیری 27 سال پس از وقوعش هنوز نکات مبهم و رازهای ناگشوده بسیار دارد. سایه آن نیز همچنان بر روابط ایران و امریکا سنگینی می کند. اما بحران گروگانگیری را گروگانهای پیشین و کسانی که خود در جمهوری اسلامی ایران موقعیتی داشتند چگونه ارزیابی می کنند؟ راکی سیکمن، تفنگدار دریایی و گروگان پیشین در سفارت امریکا، می گوید: بسیار ناراحت و خشمگینم که ایران به خاطر آنچه با ما کرده پوزش نخواسته است. اگر من جنایتی مرتکب شده بودم مسئله دیگری بود، اما من فقط یک تفنگدار دریایی در کشوری خارجی بودم و آنها مرا فقط به خاطر اینکه امریکایی بودم به اسارت گرفتند، و می بینید که نتیجه چه شد. می‌بینید که حکومت ایران در بسیاری از اغتشاش‌ها و بحران‌های دیگر هم دست دارد، و احمدی نژاد که احتمالاً یکی از گروگانگیران بود حالا رئیس جمهوری آن کشور است. بله، من بسیار ناراحتم. حالا که با آن روزها فکر می‌کنم، می‌بینم ما امریکایی‌ها در آن روز 4 نوامبر تسلیم آنها شدیم و فکر کردیم مذاکره با آنها کار درستی است. اما واقعا عقیده دارم که آن روز ایران در مذاکره با ما برنده شد و از آن روز تا به حال هم همینطور است. محسن سازگارا میگوید: والا من بعدها، شاید 10 سال بعد از اون ماجراها، از اون دانشجوانی که دیگه حالا بزرگ شده میان سال شده بودم، از یکی دو چون پرسیدم
که چرا شما این کار کردیم. خود اونها میگفتن ما میخواستیم یک کار اعتراضی بکنیم فقط، چون شاه برده بودن امریکا و مسابقه چپروی و تندروی هم بود. مسابقه فکر... داشت سفارت خونه رو اشغال میکرد. بله بله چند ساعتی, چند ساعتی. خودشون میگفتن ما فکر میکردیم که ظرف دو ساعت سه ساعت حد اکثر 24 ساعت ما میتونیم سفارت خونه نگه داریم، اعتراضمون هم کردیم بعد بیرون هم بکنند. وقتی گرفتن ظاهرا از آقای خمینی ها خواسته بودن که آقای خمینی پیامی بده، و به نظر من ماجرا از اونجایی میشه اشتباه فاحش اسمش رو گذاشت که آقای خمینی اون پیام معروف رو داد که گفت انقلاب بزرگتر از انقلاب اول شد. خب اون جوونا که هرجی بهشون نیست، چند تا جوون دانشجو یک مرتبه در مرکز توجهات تمام خبرگزاری‌های دنیا قرار گرفتن، رهبر انقلاب هم گفت انقلاب بزرگتر از انقلاب اول شد، خیلی هم خوشحال بودن و فکر کردن خیلی کار خوب می‌کنه. اما این کار آقای خمینی باعث شد که در واقع حکومت نوپای جمهوری اسلامی چهره‌ای در دنیا پیدا کرد و حوادثی بعدش اتفاق افتاد که شاید اون بلاهایی که در جنگ ایران عراق سر ما اومد بخشش لاقل تابع از نتایج این ماجرا باشه و ده اتفاق. من شخصا خودم یک بارم در مصاحبه با رادیو ملی امریکا گفتم، گفتم اگر کودتای 28 مرداد رو به گفته بعضی کارشناسای آمریکایی بزرگترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران بدانیم، بدون شک باید داستان گروگانگیری رو هم بزرگترین اشتباه سیاست خارجی ایران شاید حتی در یک سده گذشته بتونیم قلم داد. بروس لنگن میگوید من از رژیم کنونی ایران ناامید نیستم، زیرا گمان میکنم عاقبت ناگزیر خواهد شد، به کلی تغییر کند. جان لیمبرت نتیجه میگیرد از ماجرای گروگانگیری درس‌های زیادی میشود آموخت. حقیقت آن است که گروگانگیرها شخصا از کارشان منفعت فراوان بردند، به مقامات بالا دست یافتند و نفوذشان در حکومت بیشتر شد. اما بازنده اصلی این بحران ما امریکایی ها نبودیم. البته آنچه بر سر ما آمد دشوار و تحملش ناراحت کننده بود، اما بازنده اصلی مردم ایران بودند. این کار کشور آنان را به کشوری نجس تبدیل کرد، چنان که امروز بسیاری از ایرانی ها در ایالات متحده خودشان را ایرانی نمی خوانند، بلکه می گویند پرژن هستیم.